بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها براتان مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هشتم با ادامه درس های قبلی که عبارت بود از ضرب و تقسیم اعداد جذردار، که چطور ما اعداد جذردار را ضرب و تقسیم میکنیم. و امروز قرار شد که باید ما تمریناتش را براتون کار کنم که هیچ مشکل پیش نبره. یعنی عنوان درس ما چیست؟ حل تمرین ضرب و تقسیم اعداد جذردار. اینی دوستای عزیز عنوان درس. عنوان گرفتین و حالا میریم بخیر به طرف حل کردن سوالاتش. تایید کنین. سوال اولش 144 144 ای مربع زیر جذر. خب اینجا دوست عزیز دو چیز است، یکی عدد است یکی حرف است. خب میتونیم ما و شما در حال ضرب وام جدا جدا نشته کنیم، در حال ضرب باز از او باز چیزشان رو بگیریم، جذرهایشان رو بگیریم جواب. اگرچه راست الان میتونه آدم راستن هم میتونه، ولی به خاطری که شما بفهمین میتونه نکنیم جدا کنیم. 144 زیر جذر ضرب ای مربع زیر جذر ایناله. یک دفعه جذر جدی بگیریم، یک دفعه جذر جدی. جذر 144 یاد تانست دو سایدیست. جذر 144 12. ما گفته بودم یک تعداد اعداد کوشش کنین که زفت کنین از یک تا صده، مثل ضرب زبونی واره تا صده. فرض میکنیم که مربایش بته و جذرش، مثلا جذر 4 چند؟ 2. 9 چند؟ 3. 16 چند؟ 4. این همه تا به 10 تا به 10 و 11 و 12 و حتی تا به 20 اگر بتون آدم بسیار آسان میشه برای کار کردن. چرا اگر اینجا بخوایم که جذر 144 را پیدا کنیم خیلی وقت میگیره، نه به طریقی عمومی، اگر نه خب مشکل نیست، خب وقت میگیره. مثلا 144 را که جذرش بگیریم، چی رقم ما شما گفته بودیم دو خانه جدا میکنیم، نه چی باقی مان؟ یک در بالا و در پایین نشته میکنیم، یک. خب در جذر چند خانه را پان میکنیم؟ دو خانه. این دو چند میسودیم؟ دو. برای پیدا کردن عدد بعدی آتان است این را پت میگرفتیم، 4 تقسیم 2 میکنیم، چند میشه؟ 2. 2 را اینجا هم نشه میکنیم، اینجا این حال ضرب بازی میکنیم، 2 4 2 2 4 چیز باقی مان نی. پس جذر اون را به 144 چند شد؟ 12. ما گفتم این حال او را باید آدم مثل ضرب زبانی وره یاد داشته باشه که با دهی سوالا وقت ضایع نشه. این حال جذر 144 چند برام؟ 12 ضرب. در مورد این حرف اگر گفتیم توان 2 بود، درجه جذر هم 2 بود، شما میتونید ایام درجهش دوست که نشان نشد راست هم میده خلاص کنید دوست هیدش. ای که باز چطور باز پسان در توان کسری که رسیدیم برای ساعتی دیگه باز یه توضیح میدیم که چطور میتونه آدم خلاص کنه. خلاص یعنی یک را داره، تو رایش این رقم است که ای خودش اینی توانه اطور کسر میگیرن، در صورت نشه میکنن درجه جذر در مخرج. اینال دو تقسیم دو چند میشه؟ یک میشه دیگه، یک دیگه خودم نشانه میتونه. یعنی 12 ضرب تنها چی؟ ای یا 12 ای اینا رو ضرب هم نشانه میکنه. ای که نشه کردین بینشون که علامه نبود اونو ما مانای ضرب هم میتن. یعنی طریقی بسار رو تو مشرحی که براتون تشریح کردیم که چطور امکان داره که ای مربع را تنها ای نشته کنه آدم. فهمیدین حساب شده یعنی که توان صورت یک کسر میساد آدم و درجه جذر مخرجش اون دو تقسیم دو چند شد؟ یک. اندگه یک هیچ وقت توانش آدم نشته نمیکنه یک باشه. صحیح. خب یک دونه دیگه زمینم حل میکنیم دیگه ان شاء الله مشکل پیش نمیاد دیگه در این مورد. ببینین 169 ای مربع زیر جذر. این چی نشه میکنیم دوست عزیز؟ نشه میتونیم 169 جذر ضرب ای مربع جذر. این حال 169 جذرش 13 است دیگه، آسان از گرفتنش. ضرب از ای مربع هم یاد دادم براتون که ای دو درجه جذر که نبود دو تقسیم دو یک میشه.
پس راست هم نشان میکنیم 13A. جواب این همین سوال چی است؟ 13A. دیگه ضرور نیست که تو مشاره مثل پیشتر باره براتون بگویم چون فهمید نصاب شد دیگه طریقه شد. خب یک سواله که بسیار جالب هست که اگر اندازه مشکل ترم خود بود ببینیم که ایره چطور میتونیم دوستای عزیز که حل کنیم ایره چه قسم حل خواد کنیم. سوال سیوم است. صفر اشاریه صفر اشاریه صفر صفر سی زیر جسر چطور امتر اگر این کار شود ایره چه قسم میتونه آدم دوستای عزیز جسر شبه اصلا راسن نشته کنه یا چطور پیدا کنه؟ خب این رو میتونین دوستای عزیز که این جذر مکمل دقیقا فکر نکنم که مکملی جذر داشته باشه. متوجه هستین؟ مکمل جذر داشته باشه. ناگزیر باید این رو ترک کار کنیم. این عدد اشاریست به کسری تبدیل کنیم. یاد داریم این رقم. سه رو میگیم خودش. اشاریه رو به چی تبدیل میکنیم؟ به یک. این طرف چند تا عدد مانده؟ سه تا عدد. سه صفر بانیم. زیر جسر. این به این شکل میشه. چی صفر اشاری است؟ صفر صفر سی و چی سی بر ازار. هیچ کدام تفاوت دوستای عزیز نداره. این حال ما میتونیم جزر سی رو بگیریم جزر ازار رو. به طریقی تقریبی. چرا جزر سی هم پوره نیست و جزر ازار هم پوره نیست. یعنی با یک خانه اشاریه بگیریم و یا را از جزر بکشیم. فکر میکنم که این پروگرام اضاف هم در اینجا نیست. یا فقط همی ساده ساختن است منظورش که امو صفر اشاره صفر صفر سیر چطور جزر شادم بگیره. ما میگیم که او را ساده میسازیم. ساده و این مانو که از حالت اشاری به کسری تبدیل میکنیم باز میتونیم ما به تنهایی. این همی که در حال تقسیم بود یک قانون گرفتیم نه؟ یعنی جزر میتونیم سه بر ازار را علاید علایدام نشه کنیم. جزر سه بر جزر ازار. این ساده ساخته میشه. نگفت جزرش بگیریم. فقط گفت ساده بسازیم. این حال جزر سه رو تقریبی آدم گرفته میتونه جزر ازار رو باز تقسیم کنیم. عدد مورد نظر چی میشه دوست عزیز؟ بد اسمه. انشالله هدف هست. چرا تمرین گفته فوقدای زیر رو ساده سازید. این منظورش که نیست که مثلا اگر به جواب آخری میرسونین یا نمیرسونین حداقل هم رای زیره که چطور بتان آدم بفهمه که آخر هم جوابش میبرای اونو را پیدا کنین. خب و اگر حل داشت طبعا حل هم کنین مثل که یک دیگه شو میبینیم دوستای عزیز 36 36 ضرب 64 یک سوال این دیگه اینو میشه که راستن این دیگه باز رای حل داره دیگه ما گفتیم بعض اوقات ضرور نیست که اینی دو تا عدد آدم ضرب کنه با زیر یک جذر بگیره ضرور نیست چرا ضرور نیست که یا خودشون جذرای پوره داره 36 جذر چند است 6 از 64 چند است 8 6 ضرب 8 48 اینم باز میگیم که اینم این سوال ما در حقیقت جوابش 48 است جواب 48 است دیگه ضرور نیست که ما اینی دو تا رو ضرب کنیم با زیر یک جذر بگیریم و یک عدد کلان شوه و جذر گرفتن وقت ضایع شه تا حدی که امکان داره که جزرش برایه بگیرین جزرش هیچ کدام مشکل پیش نمه خب از تقسیمش هم دوستای عزیز براتون یک سوال حل کنیم تقسیمش ما داریم دوستای عزیز جزر 18 از تقسیمش خب سعی کنین جزر 18 بر جزر 6 خب ما پیشتر گفتم که این سوالا منظورش این نیست که شما جواب آخریش به دست بیارید تا حدی که امکان داره ساده میگه بسازینش تا حدی که امکان داره چی بسازیم ساده بسازیم اینا رو سل کنین یام در جذر یام جذر ما یک قانون خوندیم که هر دوی درجه جذر یکی باشه میتونیم میره زیر یک جذر رو بگیریم درست هست اینه یعنی به این ترتیب 18 بر 6 زیر یک جذر چرا این کارو میکنیم که در اینجا اختصار نمیتونیم ولی در اینجا اختصار میتونیم 166 36 18 این جواب آخری از چی؟ جذر 3 جذر اینا ببینید که از این حالت تا این حالت بسیار ساده نشد ساده شد هدفش ساده ساختن است یعنی تا حدی که امکان داره افاده را چی کنید ساده بسازید خب
سوال دیگه شو ببینین دوست عزیز، یه از تقسیمش بود. دیگه شو ببینین 25 زیر جذر بر 5 زیر جذر، درجه جذر یکیست، میتونه شک کنیم 25 بر 5 زیر یک جذر، یک پنج 25. پس جواب آخری زی چیست؟ جذر 5. این از یه حالت تا یه حالت خیلی ساده شد نی؟ ساده ساختن است. خب یک سوال آخریشم حل کنیم دوستای عزیز، ببینیم که ای تا چه حد میتونه ساده شد که آخرین سوال هم است دیگه مشکل پیش نمه. سوالتون است که 81 ای مربع به توان 4 بر 125 سی به توان 6، 125 سی به توان 6 تا چه حد میتونه این ساده شود؟ ببینید دوست عزیز، خب از 81 جذرش 9، هیچ کدام گفه ندارم، از ای به توان 4 یادتون آمد ای گفته بودیم توان، ای را توان، درجه جذر اینی که نشته نیست که دوست مخرج 1 2 2 2 4، یعنی 9 ای مربع هم میتونه آدم نشته کنه، برای از اینکه این عملیه را فهمیدین حالا سادهش نشته میکنم، ای مربع یعنی ای تو را میتونیم اینی 4 است تقسیم 2 کنیم، 4 تقسیم 2 اینه 2 میشه، 125 جذرش پورا نمیبره، اما میتونه آدم یک مقدار از جذر بکشه، یعنی 5 ضرب 25 اگه بگیریم ضرب 30 به توان 6 تا این تا ساده بسازیمش ببینیم که چی میشه، مساویس و بالا 9 ای مربع خودش ایناله 25 رو میتونیم جذرش بکشیم، نمیتونیم 5 میشه، از 30 به توان 6 هم میشه 6 توان است، درجه جذر که نبود 2 دیگه گفتیم 6 تقسیم 2 3، 30 به توان 3 خیلی چی باقی ماند؟ اینی 5 باقی ماند، این دیگه از جذر نبرامند 5 رو نشته میکنیم زیر جذر نگاهش میکنیم، چون دیگه از دو کده ساده شده نمیتونه، یعنی اصلا هدفیست که تا حدی که امکان داره چی بسازین دوست عزیز؟ ساده بسازین، انشالله که با هر از این مثالات دوست عزیز شما با ضرب و تقسیم جذرها آشنایی پیدا کردین. تشکر از توجهتون، اینا لیره دیگه خودتون هم وظیفه میتیم که کار کنین و تمرین هایی کرد شده باز حلش کنین، سرش فکر کنین، انشالله مشکلتون حل میشن. خب در خود درباره ضرب و تقسیم جذرها چند مثال کار کنید دوست عزیز، ای وظیفه‌تون. خب دیگه تا ساعتی دیگه که در خدمتتون قرار بگیریم شما را به خداوند یکتایی بی همدام سپاریم.